در قلمرو جمهوری های تاجیکستان و قرغیزستان زیاده از 68% آب حوزه بحر ارال تشکل می‌یابد. خصوصیت های خاص زمین و اقلیم در منطقه آسیای مرکزی هنگام پرورش یک قطار زراعت ها آبیاری حتمی را در دوره ویگیتاسیونی تقاضا می‌نماید. این طریق راه اندازی امور کشاورزی در منطقه از بسیار جهت ریجه استفاده بری آب دریاها و مناسبت بین دولت های بالا آب و پایان آب را معین می‌کند. تاجیکستان و قرغیزستان که دارای ذخیره های بای آبی و انرژتیکی می باشند در رشد ساحه آبیاری کشاورزی مملکت های پایان آبی دریاهای فرامرزی سهمی نظر رست دارند. ریجه استفاده بری ذخیره های آبی امودریا و سردریا در اساس سازشنامه سال 1992 و شرطنامه های منبعدا آید به جنبه های گوناگون استفاده بری مشترک ذخیره های آب و آبی انرژتیکی منطقه به تنظیم درآورده می شود. ولایت سغد جمهوری تاجیکستان دارای دریاهای زیاد خرد و کلان بوده، حصه از آنها از قلمرو قرغیزستان سرچشمه می گیرند و فرامرزی به حساب می روند. همه منبع های ولایت بین دولتی بوده، مثلا دایره سیر به چهار دولت خدمت رسانی می کند، این جمهوری ازبکستان، جمهوری قرغیزستان، جمهوری قزاقستان و جمهوری تاجیکستان می باشد و دایره اسفره از به سه دولت خدمت می رساند، این جمهوری قرغیزستان، جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان می باشد. دریای خوجابخیرگان این جمهوری تاجیکستان و قرغیزستان. دریای اقصو این به جمهوری قرغیزستان و تاجیکستان خدمت رسانی می کند. دریای خواجه‌بخیرگان که از کوههای قرغیزستان سرچشمه می‌گیرد و مینبعد به کانال خواجه‌بخیرگان می‌ریزد، منبع آبی فرامرزی محسوب می‌شود. با استفاده از آب این کانال قسمی از زمین‌های ناحیه‌های باباجان غفوروف و جبار رسولوف و میدان‌های کارمی جمهوری همسایه قرغیزستان را آبیاری می‌نمایند. میراب‌های دو کشور مسئله‌های وابسته به تقسیمات آب و استفاده بری آن را از جانب استعمال کنندگان در همبستگی زیچ حل و فصل می‌کنند. ما من با جمهوری قرغیزستان هم سرحد می باشیم و هم با انشاءات های آبیاری ما با من پایگاه آبکشی خواجه‌بخیرگان دو کانال همین پایگاه که 34 کیلومتر می باشد، همین 17 کیلومترش از حدود جمهوری قرغیزستان می گذرد که همین بین جمهوری تاجیکستان و هم قرغیزستان یک شرطنامه بین همین اداره خارجه های آب هست که بین ما دادگریفت آب هم به راه مانده شده است. من ما همین از همین پایگاه زیاد از 1800 گهتر زمین های جمهوری قرغیزستان را توسط این کانال خواجه‌بخیرگان دو آبیاری میکنیم و در این سمت همکاری زیج داریم با جمهوری قرغیزستان. رشد مناسبت های شریکی با همکاران قرغیز، تقویت همکاری های سودمند با تشکیلات های بین الخلقی و اتحادی های جمعیتی از جمله سمت های افضلیتناک فعالیت مؤسسه دولتی کانال خواجه‌بخیرگان محسوب یافته، در این ردیف یک قطار لایحه های سرمایه گذاری وابسته به استفاده برای ثمرناک کانال مذکور و کاربست پرمحصول ذخیره های آب عملی گردانیده می شوند. کانال خواجه‌بخیرگان سرچشمه این از قطارکوی ترکستان آب میبیاد. اساسا این کانال هم جمهوری قرغیزستان و هم جمهوری تاجیکستان استفاده میبرد. از آن جمله 79% جمهوری تاجیکستان استفاده میبرد و 21% جمهوری قرغیزستان. مناسبت های ما مابین دولت های و همسرحد وقت خوزی نوحی لایلک کدی جدای هم نقص بیواسطه با همدیگر رفت آمدی نقص داریم، علاقمندی زیج داریم، بیواسطه دستگیری میکنیم. یاد دریگا ما در وقتی که کمبودی آب و ها دستگیری میکنن، بعضی چیزهایی که مانده هست و ها اظهار میکنن، ما و ها دستگیری میکنیم. در وقتهایی که هوا بارشات زیاد میشد از طرف اداره خارجگی آبی ناحیه لایلکی جمهوری قرغیزستان به ما با واسطه تلفنی خبر میتن که ما بارشات زیاد سیل آمد ایستاده است یا کم آبی شود، با خبر میتن که آب کم. همه ما با یکدیگر با مسئلهات کرده بیچونو چرا همین خلق خارجگی دیقانی اساسا استفاده برون آب با آب تامین کرده ایستاده ایم. Biz Tacik Respublikası'nın suçlarıyla daima ıntımakta yaşayırız.
دریای خوجه باقرغون از جمهوری قرغیزستان سرچشمه گرفته به تاجیکستان وارد می شود. 79% آب این دریا در حدود تاجیکستان برای آبیاری و همچون آب نوشابه استفاده برده می شود. در بین ما یگان نفهمی ها نیست. مسئله هایی که پیدا می شوند همراه با میرابان تاجیک حل می کنیم. وقتی که سیل می آید ما کوشش می کنیم که سری وقت با همسایه خود تاجیکستانیان خبر رسانیم. برای تازه کردن کانال ها همکاران تاجیک با ما با تکنیکای خود یاری می رسانند. ما علاقه دوستی داریم. توی مرکه ها رو با هم می گذارونیم. سوکنونی نوحیه های نزدی سرحدی بابو جان غفوروف جمهوری تاجیکستان و لیلک جمهوری قرغزستان این چنین راهبرانی خدمات های آب تامین کنی منطقه مذکور به خوبی درک می نمایند که مسئله های وابسته به آب های فرامرزی را می توان تنها از طریق مکالمه، سازیش، همکاری و براه ماندنی رابطه های شریکی در اساس اعتماد و احترام منفیت های طرفین راه اندازی گردیده حل و فصل نمودن ممکن است. ما اساساً به زیاده 600 گکتر زمین های قلچه خدمت می رسانیم. امروز اعضایان اسوسیاسی ما زیاده از 100 نفر می باشند و امروز ما اساسا با واسطه کانال خواجه باقرغان آب می گیریم که همین شب و روز به نهایت نغز آب رسانی هاشان و آنها در وقت های مهلتی معین شده با آب تامین کرده استادن و مناسبت ما همین روز با برادرای قرغیز نغز می باشد. دریای اسفره که منبع اساسی تامین کننده اهالی و زمین های شهر و دیهات اسفره با آبهای نوشاکی و پالیزی به حساب می رود، از کوه های جمهوری قرغیزستان ابتدا می گیرد. استعمال کنندگان اساسی آب دریای مذکور در شهر اسفره جمهوری تاجیکستان و ناحیه بادکن جمهوری قرغیزستان در مسئله تنظیم استفاده مشترک و ثمرناک ذخیره های آب تجربه غنی انداختند. در اینجا نقش شوراهای خردی حوزوی در حل مسئله های تامین استواری و رشد بخش آب در حوزه دریای اسفره به سان نظر رسمی باشد. با تشبث و دستگیری مقامات حاکمیت محلی و با اشتراک فعالان ساکنان این دو ناحیه نزد سرحدی کی هاست که برگزاری عید روز دریای اسفره به حکم انعنه در آمده است و در دایره چاره بینی های آن یک قطار اقدام های نجیب عملی می گردند. در رفت آمادگی به این عید کارهای تازه‌کنی مکانیکی کانال ها، تمیزکاری سانیتری دریای اسفره و مستحکم کردن ساحل های آن به راه شده. آزمون های مختلف بچگانه و مسابقه های ورزشی دایر ساخته می شوند که به تقویت دادن مناسبت های دوستانه و همکاری های متقابلا سودمند دو دولت همسایه روانه شده اند. دریای اسفره این دریای دوستی، دریایی که محض با شرافت وجود داشتن همین دریا در اینجا خلق های هم تاجیک و قرغیز و دیگر خلق ها در اینجا زندگانی می کنند، در اینجا از آب همین دریا استفاده می برند. برای استفاده عقلانی دریای اسفره با دستگیری مرکز اکولوژی آسیای مرکزی در قسمت تاجیکستان و قرغیزستانی همین دریا شوراهای خردی حوزوی تشکیل کرده شد. مقصد اساسی تشکیل نمودن شوراهای خردی حوزوی این استفاده عقلانی ذخیره های طبیعی دریای اسفره یعنی آبی دریای اسفره روانه کرده شده بود. شورای خردی حوزوی دریای اسفره در قسمت تاجیکستان و قرغیزستان با هم علاقه زیش دارند. این یگانه یک چی گویم پلتفرمی که برای واخوری آنهایی که با استفاده آب دریا جوابگو هستند، یعنی کارمندان خواجگی آب، اساسیاسی استفاده بنندگان آب، دیگر تشکیلات های منفعت دار، حفظ محیط زیست، آب نوشاکی، کمیته زمین سازی، اساساً به منها ما شورای خردی حوزوی تاسیس دادیم و شورای خردی حوزوی سال دو مرتبه با هم واخورده مسئله های حل طلبی که آید استفاده عقلانی آب دریای اسفره به میان می آید حل و فصل می نمایند. ریکا دروژبا دار природы. Мы в этом реке не должны быть ограничений пользования и границы. Самое главное между этих двух республик должна быть дружба и взаимопонимание между пользованием этой реки. МБС – это Малый бассейновый совет реки Исфара.
Это создан по проекту РЭЦА. Действует с 2013 года. И уже многие проблемные вещи по воде, по организации решены с помощью этой организации МБС. Мы думаем, что в первые месяцы апреля и мая در همون محل ها از سبب کم شدن ذخیره حوضه آب دریای اسفره یعنی مردم از آب تنقسی میکشند. قد قدی کانال تارتکول زمین های تاجیکان و قرغیزستان واقع هستند. هم قرغیز هم تاجیک از آب تنقسی میکشند. و وقتی که آب می آمد یعنی هر کس میخواست که پیشتر با اون صاحب شود. ولی مردم بین خود سازش کردند و گفتند که یک روز مردم قرغیز میخورند روز دیگر مردم تاجیک یعنی با همین راه اونها مناسبت ها رو به نظام درآوردند در اسفره نمایندگان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی محل های هم قرغیزستان و هم تاجیکستان راهبریت شهر اسفره شهر بادکن با هم در اطراف میز مدور نشستند و اونها تمام گفتگو عبارت از آن بود که مناسبت های گذشته رو از نو احیا نمایند و همین چاره ها رو هم اندیشیدند وقتی که من از دو سرور ناحیه ها خواهش کردم درباره یعنی تامین کردن آب روان در کانال تارتکول و هر دو جانب این کار رو دستگیری کردند و دوام سال ها در اون کانال دوام دو ماه آب نمیشد، آب قطع میشد و امسال مردم میگویند که آب روان است، آب جاری است یعنی وقتی که با هم واخوردند، مسئله ها حل شد ما آینده باوری کامل داریم که دوستی ما از این دریای اسفره یعنی دریای دوستی ما هیچ وقت بین قرغیز و تاجیک همین مسئله مناقشی بین همدیگر را نمیبینیم آب دائم روان از همین قدیم ایام ما همین دریا آب خورده آمدگی آب خورده گشتن ما در کار این چی زراعت با چی استعمالی با کدام با آبی نوشیدنی می آبی پالیزی می چخل باشد ما نزد که کاری استفاده برده استفاده ایم همکاری های سودمند کشورهای منطقه در حل معمای اداره کنی ذخیره های آب های فرامرزی عامل مهم تحکیم بی‌خطری منطقوی در آسیای مرکزی به حساب می رود و اگر این کشورها آن را در زمینه رعایت پرینسیپ ها و معیارهای حقوق بین الخلقی به راه مانند آن وقت همکاری مذکور ثمره های نیک به بار خواهد آورد